قرة‌العین زیر دیوارهای بانک ملی خفته است. برگرفته از خواندنی ها شماره 19. در بالاخانه خانه‌ای حبس و حصر خانگی شد و آن پرده را مقابل بالاخانه آویختند تا نه او کس را ببیند و نه کس او را. در همان بالاخانه نیز سرانجام به دستور ناصرالدین شاه خفه اش کردند. 27 مرداد سالگرد قتل یکی از برجسته ترین شعرای زن ایرانی است و در حیرتم که چرا از او یاد نمی کنند. این که بهایی بود یا نبود برای من بی تفاوت است، به ویژه که جنبش بابیه را در آغاز آن جنبشی مترقی و علیه ارتجاع مذهبی در تشیع می دانم. اما درباره قرة‌العین مهم دانش، احساس شاعرانه، جسارت کم نظیر و ایمان اوست که نباید فراموش شود. در 36 سالگی به فرمان ناصرالدین شاه به طور فجیحی به قتل رسید، یعنی خفه اش کردند. شرح کشته شدن او به صورت تحقیق به تحریر نیامده، اما گفته می شود که هنوز نیمه جان بوده که او را به چاهی می افکنند و آخرین نفسها را که شاید آخرین آن آه افسوس بوده در آن چاه می کشد. هر زمان که از کنار بانک ملی ایران در خیابان فردوسی عبور می کنید یادتان باشد که این بنا روی زمین باغی بالا رفته که به باغ ایلخانی معروف بوده و قرة‌العین در آن نیمه جان به گور شد. زیر کدام سنگ و آجر، در کدام ضلع این بنا قرة‌العین خفته است؟ آن که خطاب به قدرت دوران و مرتجعین مذهبی که در رکاب قدرت دربار مستبد شاهنشاهی بودند سرود: تو و تخت و تاج سکندری، من و راه و رسم قلندری. اگر آن خوش است تو در خوری، وگر این بد است مرا سزا. و آنچه که درباره مترقی بودن جنبش بابیه و مساوات طلبی و ارتجاع ستیزی آن گفته می شود در ابیات زیر که از سروده های قرة‌العین است به عیان آشکار است و او را به جرم همین گفته ها و اعتقادات خفه کردند، نه به جرم بهایی بودند که در اصل در دوران او جنبش بابیه مطرح بود و نه بهائیت. و اگر در جمهوری اسلامی انتشار آثار او ممنوع است و نام بردن از وی در مطبوعات جرم، بهائیت و بهائی بودن او بهانه است، چرا که ارتجاع ستیزی و مساوات و عدالت خواهی قرة‌العین است که جمهوری اسلامی و روحانیون مرتجع با آن مسئله دارند و با آن مخالفند. جان کلام اینجاست، سخنشناسی اینجاست. دیگر ننشیند شیخ بر مسند تزویر، دیگر نشود مسجد دکان تقدس.
ببریده شود رشته ته دلهنک از دم، نه شیخ به جا ماند نه زرق و تدلس، آزاد شود دهر ز اوهام و خرافات. از قرة العین شروع کنیم، به پروین اعتصامی برسیم و از فروغ فرخزاد بگوییم و به خانوم سیمین بهبهانی برسیم. اما مبادا یادمان برود این راه دراز چگونه و با چه قیمتی طی شده و چشم انتظاران بر خاک خفته تنها در گورستان زهیر الدوله و یا امامزاده طاهر و گوشه هنرمندان در بهشت زهرا نخوابیدند، زیرا دیوارهای بانک ملی در خیابان فردوسی هم خفتند. آنها که در این راه جان باختند و گلویشان را انقدر فشردند تا به خواب مرگ بروند، خفهشان کردند، زیرا تا آخرین دم حاضر نشدند فریاد خیش را در گلو خفه کنند. قرة العین از این قبیله است، قبیله که یادشان آتش به جان می زند. از کتاب شادروان یحیی آریانپور به نام از سبا تا نیما و از میان یادداشت‌های زنده یاد احسان طبری گزیده‌ای را برای معرفی قرة العین و قرار گرفتن در فضای خوفناک سلطه ارتجاع مذهبی و مقابله با آن که پیوسته در زیر پوست ایران وجود داشته برایتان انتخابی کردم که میشنوید. آریانپور محقق برجسته تاریخ ادبیات معاصر ایران و نویسنده کتاب سجلدی از سبا تا نیما می نویسد زرین تاج را شیخیه یا قرة العین و بابیه یعنی طاهره لقب دادند. وی فرزند حاج صالح قزوینی و همسر ملا محمد برقائی بود. در سال 1233 هجری قمری در قزوین به دنیا آمد. فقه و اصول و کلام و ادبیات عرب را نزد پدر آموخت. آثار شیخ احسائی و سید رشتی را مطالعه کرد و با سید رشتی مکاتبه و ارتباط برقرار کرد و سید در رسائل خود او را قرة العین نامید. مطالعه آثار و عقاید شیخیه زندگانی او را دگرگون ساخت. دو پسر و یک دختر خود را به شوهر یعنی پسرعموی خود سپرد و به قصد دیدن سید رشتی به کربلا رفت. وقتی به آنجا رسید که سید درگذشته بود. قرة العین در آن زمان 29 سال داشت. در خانه سید اقامت گزید و از پس پرده به تدریس و افاده طلاب پرداخت. جمعی به خانه سید رشتی ریختند که قرة العین در آنجا منزل داشت. ناچار به بغداد گریخت و در آنجا نیز به دستور والی بغداد توقیف و بعد به فرمان سلطان عثمانی در اوایل سال 1263 هجری قمری به ایران باز گردانده شد. وارد قزوین شد. پس از کشته شدن عمو و پدر شوهرش به دست پیروان سید باب به تهران آمد و به دشت بدشت در 7 کیلومتری شاهرود رفت و در انجمنی که در آنجا برپا شده بود شرکت کرد. حضور بی‌حجاب او در آن انجمن قوقایی برپا کرد.
از آنجا به قزوین بازگشت. بعد از کشته شدن باب او را از قزوین به تهران آوردند و در باغ محمود خان کلانتر تهران در یک بالاخانه بی پله زندانی کردند. در آنجا زندانی بود تا وقتی که به ناصرالدین شاه تیراندازی شد. در این زمان 36 سال بیشتر نداشت. به امر شاه که از این ترور جان به در برده بود و وزیرش میرزا آقاخان نوری را به باغ ایلخانی که همان محل کنونی بانک ملی ایران بود کشتند. مفتی بغداد در ترجمه حال او میگوید: من در این زن فضل و کمالی دیدم که در بسیاری از مردان ندیدم. او دارای عقل و استهانت و حیا و صیانت بسیار بود. او در شعر سخت متأثر از متقدمان از جمله مولانا جلال الدین و همچنین جامی است. زنده یاد احسان طبری، فیلسوف بزرگ مارکسیست، در کتاب خود با نام جستارهایی از تاریخ می نویسد: در فقه، اصول، کلام، ادبیات عرب دستی قوی داشت و در کربلا هنگام اقامت در اندرون خانه حاج کاظم رشدی از پس پرده تدریس می کرد و به سبب شعر و نثر استادانه خیش در سراسر ایران معروف است. وی پس از دعوی باب به او پیوست و جزء 18 تن پیروان اولیه با حروف حی است. در تمام جریان مبارزات بابیه با شجاعت حیرت انگیزی عقاید آنها را تبلیغ می کرد. در اجتماع بی حجاب در مقابل جماعتی حیرت زده ظاهر شد و مردان را برادران خود خواند. در ایام بابیان در قلعه تبرسی سالی در زندان ماند و پس از توطئه نیاوران یا همان ترور ناکام ناصرالدین شاه به دستور شاه و آقاخان صدر اعظم شاه در باغ ایلخانی او را که با دلاوری از قبول پیشنهاد تسلیم و انکار عقاید باب به شدت سرباز زده بود خفه کردند. او بیشک از اعاظم زنان تاریخ کشور ماست. نقل از فیسبوک علی خدایی. موسیقی